جنایت هولناک که شنیدن اون ممکنه برای شما باور نکردنی باشه. داستان دختری به نام جونکو. جونکو یه دانش آموز ژاپنی بود که متولد 22 نوامبر 1972 بود. اون در 16 سالگی بسیار زیبا و بسیار باهوش بود که این موضوع اونو مورد توجه همه اطرافیانش قرار داد و بیشتر پسرای مدرسه میخواستن به اون نزدیک بشن و باهاش صحبت کنن، حتی شده برای 5 دقیقه. اما اون بسیار متعهد و از نظر اخلاقی منظم بود. اون هر تلاشی برای نزدیک شدن به خودش رو رد میکرد. یکی از دانش آموزایی که شدیداً پیگیر جونکو بود، هیروشی میانو، رهبر دانش آموزهای آشوبگر و قلدر در مدرسه بود. اون همچنین عضوی از باند یاکوزای ژاپن بود که قدرت و حاکمیت بر همه چیز در کشور رو داشتند، حتی در خود دولت. و البته هیروشی عادت داشت که از طرف دیگران طرد نشه. وقتی جونکو حاضر نشد با اون معاشرت کنه، خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت اون رو به خاطر این رفتارش سخت مجازات کنه. اون با چند تا از دوستاش تصمیم گرفتن که جونکو رو بعد از پایان ساعت مدرسه بدزدن. در 25 نوامبر 1988 جونکو در حالی که 2 روز قبل تولد 17 سالگیش رو جشن گرفته بود، از مدرسه خارج شد و به سمت خونه رفت. گرچه برخی میگن که بعد از مدرسه به سمت محل کار پاره وقتش رفت، اما هیچ وقت به خونه نرسید. اون توسط گروهی از پسران جوان از جمله یک پسر 17 ساله به نام جو که بعدها به نام خانوادگی کامیساکو از اون یاد شد روبوده شد. اونها گروگان خودشون رو در خانه‌ای که متعلق به والدین کامیساکو بود 44 روز اسیر کرده بودند. جونکو در مدتی که در اونجا زندانی بود نزدیک به 400 بار مورد تجاوز قرار گرفت. بهش سوسک میدادن بخوره و اگه بالا می آورد مجبورش میکردن که استفراغشو بخوره. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردین، ما رو سابسکرایب کنین و زنگولهی کنار اون رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونین. این شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی تا روز 4 ژانویه 1989 طول کشید تا در نهایت جونکو زیر شکنجه جون داد. قاتلین در کمتر از 24 ساعت بعد در 5 ژانویه 1988 جسد جونکو رو در یک کانتینر 55 گالونی انداختن و اون رو با بتون پرش کردن.
ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. خدا یار و نگهدارتون.